با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید در این برنامه. گفتگوهای پنهانی زیر آسمان ارومچی، شورای صلح به گونه پنهانی با نمایندگان طالبان و ISI در ارومچی چین دیدار کرده است. حضور برادر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در کنسرت کلابتون در لندن. برام خدا و وقت شما بخیر. رئیس دبیرخانه شورای صلح به گونه پنهانی با نمایندگان طالبان و نماینده سازمان استخبارات پاکستان در ارومچی چین دیدار کرده است. منابع به طول نیوز میگویند که روز پایانی ماه ثور معصوم استانگزای رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و سرپرست وزارت دفاع ملی و انجینیر محمد عاصم در شهر ارومچی چین با ملا عبدالرزاق که هستند شهروند پاکستان است به نمایندگی از شورای کویته پاکستان، ملا جلیل معین پیشین سیاسی وزارت خارجه طالبان و ملا حسن والی کندهار در زمان حکمرانی طالبان و یک نماینده سازمان استخبارات نظامی پاکستان دیدار و گفتگو کردند. حکومت افغانستان که به شدت در تلاش رسیدن به طالبان است، تا حال به چندین کشور برای گفتگو با طالبان سر زده است، اما تا هنوز هیچ صدای رسمی از طالبان به این تلاش ها پاسخ نداده است. اما چرا گفتگوهای پنهانی و چرا نشستن با طالبان و ISI در چین؟ سید اسحاق گیلانی رئیس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان و اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای گیلانی، سوال مطرح میشه که چرا به گونه پنهانی هنوز پنهانکاری در روند صلح وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به برادر محترم ما آقای سعادتی و به ملت نجیب افغانستان که دمید روزهای بعد انتظار یک خبر خوش باشند و بشنوند از کسایی که به خاطر صلح کار میکنن و بر از اونا اطمینان بده و بازم حرفا از اونا پنهان میمانه که واقعا مردم زیادتر در حراس و به تعجب مندازه که چرا ما انتظار صلح هستیم. ملت افغانستان است که رنج کشیده. ما پیش از اینکه سر جواب سوال شما بیایم، میخوایم همین شخصیت هایی که در اونجا شما مختصرا فرمودین، ما میخوایم امیر یک مقدار که واضح و روشن بسازم. سه نفری که از به اصطلاح از جانب طالبا در اونجا اشتراک داشتن، یکی ملا عبدالرزاق آخوند چکزای است که خانهش در چمند است و در چمند زندگی میکنه، یادم وزیر داخله بود در زمان طالبا و در 2011 بدون امر رهبری طالبا در عربستان سعودی امرای آقای کرزای ملاقات کرد و بعد از او ایده سمتش کشیدن و آل هیچ کاره هست. از کسایی است که امرای ISI بسیار رابطه نزدیک داره. نفر دومش ملا جلیل آخوند است که به قوم علیزه است. این معین سیاسی وزارت خارجه بود در زمان طالبا، حال فعلا عضو کمیسیون مالی طالبا است، نه عضو کمیسیون سیاسی و نه عضو رهبری که صلاحیت صحبت کردن راجع به صلح و یا چیزهای دیگه داشته باشند. دیگهش ملا حسن رحمانی است که در زمان طالبا والی قندهار بود، ای هم فعلا عضو کمیسیون مالی طالبا است، باز هم مربوط به هر دو یکی از کمیسیون های سیاسی و شورای رهبری نمیشه که باز هم صلاحیت نداره. این سه نفر به شمول یک نفر کرنل از ISI و دو شخصیت بزرگوار از افغانستان، یکی آقای استانکزای معصوم استانکزای و دیگه انجینیر صاحب عاصم، اینا در ارومچی به تاریخ 20 ملاقات داشتن، ملاقات کردن، خوب کردن. اینا ضرورت است که امرای طالبا صحبت شود، ضرورت است که صلح بیاید، ضرورت است که امرای مخالفین به یک نتیجه برسن، ولی چرا پنهان میکنن؟ ای دردآور است که ملت افغانستان منتظر یک خبر خوش هستن و اینا تمام صحبت ها را در صیغه راز نگاه میکنن و ملت افغانستان آگاه نمیسازن، تا ای که حالا اینا غافل از ای هستن که دنیا بسیار کوچک شده و بسیار زود ای خبرها به گوش ملت نجیب افغانستان میرسه و رسانه ها در هر جای گوششان منتظر از زمین است که از کجا خبر میشنوند. این جفاکاری هست در حق ملت افغانستان و هیچ وقت امیر خم اعمال ما را
ملت نجیب افغانستان نمیبخشه. آقای سادتی، چرا حکومت تا هنوز داره پنهانکاری میکنه در بحث گفتگو با طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت بینندگان محترم و آصف و شما و همکارانتان. البته این که چرا حکومت پنهانکاری میکنه باید خودشان پاسخ بگه و من فقط میتونم به فرمایشات آصف ای را اضافه بکنم که پاشنه یا شیل مباحثات صلح، نه اصل صلح، چون ما هنوز به اصل صلح هم نرسیدیم، پاشنه یا شیل مباحثات صلح پنهانکاری است. اگر حکومت افغانستان و دولت افغانستان همان گونه که بارها اعلان کرده است و تعهد داده و تاکید کرده که مباحثات مربوط به صلح را با یک شفافیت تمام به پیش نبره و یک اطلاع رسانی درست نشه، من فکر میکنم آنچه که شکست میخوره پروسه است و آنچه که آسیب میبینه حکومت افغانستان و دولت افغانستان است. چون در یک فضای پامالود، در یک فضایی که هیچ چیز روشن نیست، بیشتر اتهامات میره به طرف حکومت افغانستان و اذهان مردم افغانستان مغشوش میشه و مشکلات اساسی از همینجا شروع میشه. بنابراین امیدواری است و تقاضای مردم افغانستان هم ای است که وقتی مباحث صلح و مصالحه از طرف دولت افغانستان پیش میره و ادامه پیدا میکنه، اینا باید گام به گام تا اونجا که لازم است با مردم افغانستان شریک شد. البته بحث به این معنا نیست که مردم افغانستان توقع داشته باشه که تمام ریز و درشتی که در یک مرحله مطرح میشه اینا را بیا اینا سرمیز مردم و رسانه ها در این مورد باید چونین باشه، چون بحث صلح هست و سرنوشت مردم افغانستان. سوال این آقای سعادتی، چرا هنوز سردرگمی وجود داره در بحث گفتگو با طالبان؟ من می‌خواستم مثلا چند آدرس است، قطر، چین، پاکستان و جاهای دیگر نظیر عربستان، اینها که آقای غنی تلاش داره که از تمام این مجراها برسه به طالبان، چرا باید چنین باشه؟ خب یکی از دلایلی که مجراهای مختلف است و مراکز و نقاط مختلف مطرح میشه است که تا هنوز هم بحث اصلی مصالحه با مکانال اصلی خود و مسیر اصلی خود قرار نگرفته. آدرس های مختلف مباحث صلح دنبال میکنه، تاریکی شمشیر میزنه. بله، حکومت آدرس های مختلف مباحث صلح دنبال میکنه. یکی از آدرس ها فعلا دولت افغانستان است که تلاش میکنه، البته آدرس واقعی هم دولت افغانستان باید باشه در انجام. اما آقای سعادتی، یک چیز خیلی روشن است که آدرس طالبان خیلی مشخص است. بله. نباید این گونه حکومت خودش را سردرگم بسازه. خب مشکلی... مثال وقتی کرنیل از آی‌اس‌آی به قول آقای گیلانی در ارومچی با آقای استانگزی و آقای آسم میشینه، آدرس مشخص است. این گروه پایگاه اصلیشون در پاکستان است، نه در ارومچی، نه در قطر، نه در جاهای دیگر. باید اینها برن با مون آدرس. یک اشتباهی که سالهای سال تکرار شده و فعلا هم به نحوی تکرار میشه است که ما قبل از اینکه طالبان آمادگی خود نشان بده با دولت افغانستان، آمادگی گفتگوی خود، دولت افغانستان از راه‌های تلاش میکنه که اون راه‌ها به سود دولت افغانستان نیست، بیشتر به سود طالبان است. اینی که گفتگوها ما پیشتر گفتم در مسیر خود قرار نگرفته، معنیش این است که دولت طالبان هنوز آمادگی رسمی نشان نداده که با دولت افغانستان وارد گفتگو میشه. بله. بنابراین اینا با افراد طالبان که اکثر از افراد ممکن است یا از طرف رهبری خود اجازه نداره یا برخی از افراد ممکن است اصلا فعلا وظیفه در تشکیلات کنونی طالبان نداشته، با اینا وارد گفتگو میشه و از چینال های دیگه. یک نکته، دوم نکته بحث پاکستان است. هرچند که پاکستان نفوذی بسیار جدی داره بر طالبان و پاکستان میتونه حمایت خود از طالبان قطع کنه و پاکستان کمک کنه از اون طریق به پروسه صلح، اما اگر طرف اصلی گفتگو دولت پاکستان و وایس های پاکستان باشه و طالبان دور زده شود در این گفتگوها، من فکر میکنم که باز به مصالحه ممکن نرسه و ممکن است طالبان واکنش منفی نشان بده. همان گونه که اگر طالبان تاکید میکنه که ما با دولت افغانستان گفتگو نمیکنیم، با کسی که گفتگو میکنیم، واضح است که در این طرف واکنش منفی نشان میده. پس راه حل است که اگر قرار باشه گفتگوی شکل بگیره، گفتگوی اصلی، این که کنفرانس های گفتگو در رابطه با مصالحه کسایی می صحبت میکنن، بس علیحدہ است. اگر قرار باشه که گفتگوی صلح به معنی واقعی کلمه شکل بگیره، چند تا ضرورت داره. اول، طالبان مستقیما با هدایت رهبری طالبان مستقیما با دولت افغانستان باید بنشینه و ثانیا این گفتگو باید شفاف و واضح و روشن باشه و ثالثا هم خطوط قرمزی که ما نمیتونیم از او عبور میکنیم، این هم روشن باشه.
آقای گیلانی، در حالی که طالبان هیچ شما چراغ سبزی از سوی این گروه، البته از آدرس رسمیش که ملا عمر است، ندیدین برای گفتگوهای صلح، اما این سوال پیش میاد که چرا حکومت افغانستان اینقدر اشتیاق داره برای اینکه با طالبان بنشینه، حالا در هر جای اوتر نیست دائما جایران که یک چنین چیزی است. به قول آقای من خدمت شما عرض کنم، در دوران انتخابات جناب دکتر صاحب اشرف غنی امرای طالبا به طالبان نماینده روان کرده و با اونا توافق کرده بود که ما شما همکاری میکنیم و تمام پروگرام های صلح مشترکاً پیش میبریم. اینا به می توافق رسیده بودن، به مو خاطرم در انتخابات طالبا از آقای غنی پشتیبانی کردن و بسیار جاها زمینه را مساعد ساختن که مردم برن به صندوق‌های رای و به دکتر صاحب اشرف غنی رای بتن. این یک مسئله است. بعد از اینکه خواهش طالبایی بود که شما قرارداد امنیتی را امرای آمریکا امضا نکنین، ولی در هفته اول با قدرت رسیدن دکتر صاحبی قرارداد امضا شد و طالبان روی گشتاندن از حکومت و دیگه سر ازی حکومت اعتماد میگه ما نداریم. بسیار به صراحت گفتن و ایر زمانی گفتن که ما و آقای سعادتی و دیگه دوستا چند قبل در قطر امرای طالبان دیدیم و شخصیت هایی که در اونجا بود و اونا به امر رهبر خود آمده بودن و امرای ما ملاقات داشتن. ما براتون نمایشان میگیرم که ملت نجیب افغانستان بشنوه که ما از شما چیزی را پت نمی کنیم، باید از بفهمین که صحبت ها روان است و اولاد سالم از این جامعه اینمی کار شروع کرده. انشالله که ما یک روز طالبا را بتانیم قانع بسازیم و حیثیت پول پیدا کنیم که کاری را که شورای عالی صلح با تمام عرض و طولش نتانسته ما می کار کنیم که طالبا بالاخره یک روز امرای حکومت افغانستان گپ بزنن. 8 نفر به در دفعه اول در 14 سال مشکلات طالب و حکومت های افغانستان امرای ما صحبت داشتن که اول شیر محمد عباس تانکزی بود که عضو شورای عالیشان است، از کویتا آمده بود. 7 نفر دیگه اعضای کمیسیون سیاسیشان بود که اونا در قطر می باشن. مولوی شهاب الدین دلاور بود، عبدالسلام حنفی بود، قاری دین محمد حنیف بود، جان محمد مدنی بود، حافظ عزیز الرحمن بود، سید رسول حلیم بود، محمد سهیل شاهین بود. اینا رهبری از اینا را در کمیسیون سیاسی سید طیب آقا داره که بدون امر از اینا حق ندارن که امرا هیچ کسی صحبت کنن. ببینین وقتی خب که ظاهرا در اون نشست با حکومت افغانستان نششتن، اینا نمرای حکومت افغانستان میشینن. بله. و آقای اتمر عملا در مجلس سنا گفت که نشستی که صورت گرفته حکومت خبر نداره و تصامیمش هم الزام آور نیست و حکومت افغانستان هیچگاه اجرایی نمیکنه. ما به حیث افغان، به حیث اولاد از این وطن، ایره الزام خود میدانیم که امرای طالبا بشینیم و یک روز اونا را قانع بسازیم که امرای آقای اتمر به مجلس بشینه و آقای اتمر در کمپیوتر خود تمام گپایشان را ثبت کنه. ما الزام داریم به خاطر که ما در این مملکت جهاد کردیم، بر آزادی از این مملکت جنگیدیم و به خاطر صلحش هم خود ملزم میدانیم. ایره به صراحت اعلان میکنیم که هیچ کس بر ما نه رهنمایی کرده میتونه و نه هدایت ما کرده میتونن. ما هیچ چیز را پنهان از حکومت هم نمی کنیم و هیچ چیز را از ملت افغانستان. نشست گفت که حکومت اصلا در جریان نیست که چه میگذرد در اون نشست پگواش و قطر. درست است که اونا در جریان نبودن به خاطر که اونا اطلاع نداشتن، ولی کاکای دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب کوچی امرای ما در این مجلس بود و ما او را به حیث یک ریش سفید برش ازش خواهش کردیم که تمام جریان قطر باید از برای دکتر صاحب اشرف غنی بگویه که اتفاقا برای ما گفتن که دو بار ما تمام موضوع را مکمل برای دکتر صاحب اشرف غنی تشریح کردیم. برای ما مهم اشرف غنی هست که او خبر شوه نه اتمر، و برای ما مهم است که ملت نجیب افغانستان خبر شوه نه یک فرد. آقای سعادتی، حالا روابط به گونه دیگر است در بحث گفتگو با طالبان. چیزی که آقای گیلانی میگه، آقای غنی در دوران انتخابات به طالبان نماینده فرستادن، طالبان هم از ایشان پشتیبانی کردن، اما پس از امضای
پیمان امنیتی این مناسبات بر هم خورده. بازی های انتخاباتی را که انصافا در اون سطحش من شخصا در جریان نیستم، اما چیزی که واضح است که امضای پیمان امنیتی برای هر دو طرف یک موضوع بسیار حساس بود. برای حکومت افغانستان و دولت افغانستان به دلایل دیگه حساس بود که برای ما و شما قابل درک است و نمیتونست حکومت افغانستان پیمان امنیتی را امضا نکنه و متحدی استراتژیک خود از دست بده. برای طالبان طبعا از بعد دیگه مهم بود که اونا حساسیت خود داشت که اونا فکر میکنن که با امضای پیمان امنیتی یک بار دیگر مشکلات دیگه سر از اونا سر راهش میاد. این فکر میکنم که تا حد زیادی رابطه را بین حکومت موجوده و رهبری طالبان خراب کرد و فضای بی‌اعتمادی را به وجود آورد و یکی از مسائلی که در قطر هم مطرح شد که آسیب اونجا تشریف داشتن، اونا گفتن که در اولین هفته های توافق ما امضا شد، ولی بحث هرگز به این معنا نیست که ما مایوس باشیم که حکومت افغانستان و طالبان در مجموع بحث مصالحه را نمیتونه ادامه بده. من فکر میکنم که بحث این نیست، بس مسئله پنهانکاری است و زد و بندهای پنهانی. مثلا اگر آقای غنی در دوران انتخابات از طالبان اون شکل رابطه داشته باشه و پشتیبانی طالبان را دریافت کرده باشه، خب قطعا تو هنوز چنین روابطی با طالبان دارن، اما این از دید مردم افغانستان واقعا پنهان است، چیزی که آقای گیلانی تازه به اون دارن اشاره میکنن. برای مردم افغانستان بسیار مهم است و برای ما هم مهم است که از رئیس جمهور افغانستان و از دولت و حکومت افغانستان در مجموع میخواهیم که برخوردهایش با طالبان در زمان مسئولیتش و حکومتش واضح باشه. این برخوردها یک پهلو هم نداره، بله. تنها بحث صلح هم نیست، هم بحث جنگ است، بحث نبرد در میدانهای جنگ است، هم بحث مصالحه و گفتگوست در تمام ابعادش. اگر حکومت افغانستان با مردم افغانستان صادق باشه، باید با درک ضرورت هر دو مسئله، هم درک ضرورت جنگ چون ما دولت هستیم باید از امنیت مردم تأمین بکنیم و دفاع کنیم، هم ضرورت صلح که سرانجام ما اگر راه وجود داشته باشد بریم به طرف صلح، هر دو را باید در شفافیت کامل و در روشنی کامل و در صداقت کامل با مردم افغانستان باید پیش ببره. اگر این کار را نکنه، من فکر می‌کنم ظاهراً چنین صداقت هنوز شکل نگرفته، وقتی در ارومچی این گفتگوها به شکل پنهانی انجام می‌پذیرد مشکل همین است. اگر صداقت به وجود نیاید و اگر مسائل بسیار به شکل ابهام‌آمیز پیش بره و سوالات در اذهان مردم افغانستان بیشتر شود، من فکر میکنم که هم خود پروسه آسیب میبینه هم حکومت افغانستان آسیب میبینه. بنابراین این به نفع افغانستان نیست و به سود حکومت هم نیست و تقاضایی است که در این مورد یک مقداری با صداقت بیشتر حداقل در برای از اینکه پروسه ها رو مردم هم اصول کلیات شد با صداقت بیشتر باید برخورد شد. آقای گیلانی فکر میکنین پس از این حکومت صداقت پیدا خواهد کرد در بحث صلح و اینکه با طالبان چگونه وارد گفتگو میشن و اینها چی میخوان، طالبان چی میخوان؟ اینا وقت راست و صادق خواهد باشند که از حلقه استخبارات بکشنش، بله. اگر این مسئله سیاسی و ملی شود، او وقت است که هم ملت افغانستان اطمینان پیدا میکنه و حکومت پشتیبان پیدا میکنه و بالاخره ای به نتیجه خود میرسه و همچنان نظریات ملت افغانستان وقتاً فوقتاً اینا احساس میکنن که در کدام عرصه ها اینا باید صحبت های خود را به پیش ببرن، که به یقین که مطالبه هم از مردم افغانستان هستن، از کدام سیاره دیگه نامدن. اونا هم دلشان به این مملکت میسوزه و آله مخصوصاً که یک حریف بسیار گردن کلفت دیگه پیدا کردن به نام داعش که هنوز لذت جنگ داعش ما ندیدیم که یک بار اونا سربازگیری هاشان خلاص شد و سرمایه گذاری های خود شروع کردن، مراکز خود می سازن و بالاخره جنگ خود شروع کنن. او وقت دیگه باز طالب یاد ما خواد رفت و ما همه به گردن داعش خواد افتادیم. اگر حکومت افغانستان از هوشیاری کار بگیره، فعلا وقت ازی است که هر چیز زودتر مشکل خود امرای طالب حل بسازه. طالبا بسیار به صراحت گفتن که اگر ما جلو داعش نگیریم حکومت گرفتن نمیتونن.
و یک حقیقت است. طالب زمینه هست. ولی عملا به قول فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان که همین طالبان هستند که لباس عوض کردن به داعش در افغانستان، کسی دیگر نیست. آقای جان کمپل امروزی صحبت کردن. من دو ماه پیش همین صحبت ها را کرده بودم، ولی ملای آزان ملای غریب است، کسی گوش نمی کنه. ولی چون آمریکایی است و قمندان است، او گپ زور زود گوش می کنن و هر کس در خبرها را نشر می کنه. آقای ما طالب ترس ازی داره که قمندانایش به پول بخرن و برن ضعیف شوند. همچنان اونا ترس از اون تعداد تلفی های دارن که در گروه طالبا بدن و اونا بدون ازی که طالب خبر کنن رفتن به صف داعش استاده شدن. این تمام ازی چیزا زمینه را مساعد می سازه برای یک صلح کلان امرای وطندارای خود ما که ولی در اون صورت هم جنگ متوقف نمیشه در افغانستان. خب اگر شما با طالبان جنگ... کسانی که حاضر شون گفتگو کنن با حکومت، ولی جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. وقتی جنگ ما که از افغانی خلاص شوه و امرای عرب و چچن و ازبک و ترکمن شوه، ما میتونیم اول مملکت های از اونا را تفهیم کنیم که اینمی تعداد مردم شما در اینجا است، یا بیاین شما نفرایتان را ببرین. یک چیز فراموش نکنین که امرای زینا خانواده هایشان هم است، زن و اطفالشان تروریست نیستن. اگر مملکت هایشان در قبال زن و اولادشان احساس مسئولیت میکنه، باید از امرای زینا رابطه بگیره و اونا را انتقال بده. اگر مردایشان میمانند که باز اونا اونمو رقم افگار خواد شدن، مثل که قوت های دیگه خارجی در افغانستان افگار شدن. در غیر از او این جنگ ما پیش روی داریم و اگر بازوی ما قوی تر باشه و طالب در پالی ما باشه، برنده ما خواد باشیم نه داعش، و اگر طالب نباشه بازو و قوت داعش به حد خواد رسید. ولی این دلیل خواد شد برای بقای طالبان، نه اینکه قوت گرفتن حکومت افغانستان. ببینین امیال بقایشان واضح و روشن. خب در تمام شما بگذارین حالا داعش میآید و حساب طالبان را یک طرفه میکنه، این گروه را میرانه از افغانستان. کاش که تنها داعش یک طرفه کنه، از دولت افغانستان هم یک طرفه میکنه. باز معلوم نیست که ما خود در باز در فراخبر صحبت خواد کردیم، یعنی در دو مملکت مختلف مهاجر خواد باشیم. من فکر میکنم که او غم کلانتر از این است که ما سرش فکر میکنیم، به خاطر که از وطن ما نیستن، مردم ما نیستن، زبانشان را نمیفهمیم و در کیششان نیستیم. از او خاطر پس در اینجا آقای گیلانی نباید به طالبان امتیاز داد، باید گذاشت خود طالبان، چون حلقه تنگ شده بر این گروه، اینها حاضر خواهند شد سرانجام که با حکومت بنشینن و گفتگو بکنند. همین حلقه سر حکومت هم تنگ است. شما ببینین در ولایات مختلف جنگ است و این مصارف حکومت افغانستان پوره کرده نمیتونه، با آنکه کمک های جهانی هم روز به روز کم شدن است و خارجی ها هم از افغانستان برآمدن و آلی هم هر روز شمشیر به دست ماست که می 10,000 آمریکایی هم که مانده به صورت فوری باید از خارج شوه. و باز او وقتی که خارجی نباشه، باز هر قدر داد بزنیم، عذر و زاری کنیم که بیاین ما را نجات بدین، او وقتی هیچ کس به داد ما نخواد رسید و به دست چچن و عرب و ازبک تکه تکه خواد باشه. با آقای سعادتی، حالا فکر میکنین این بحث داعش و بحث طالبان حکومت باید کدام را در حال حاضر جدی بگیرم؟ ببینید، یک فرصتی بسیار جدی به نظر پیش آمده برای بازندشی در قبال ظهور پدیده های جدید مانند داعش. حالا نام خیلی مهم نیست. من فکر میکنم که نگرانی اصلی طالبان هم همین بود و هست که بعد از 13-14 سال جنگ های فرسایشی و کهنه شدن شعار طالبان و به نتیجه بودن جنگ طالبان، ممکن است شعار جدیدی که میآید، پول و امکانات هنگفتی که در افغانستان وارد میشه، ممکن است که اینا از نیروهای طالبان سربازگیری بکنن. این سربازگیری ها در صورتی که انگیزه جنگ همچنان وجود داشته باشه ممکن است زیادتر. ولی اگر به یک صلح معقول، عادلانه، نه هر صلح، هر صلح ثبات نمیاره، ما برسیم و برخی از نیروهای رادیکال که تا هنوز با دولت می جنگیده اینا حاضر شوه که به پروسه سیاسی بپیونده، قانون اساسی افغانستان را بپذیره و همه مردم افغانستان با یک قوت در برابر یک دایه ای که او بیرونی است استاد شوه، من فکر می‌کنم خطر داعش کمتر میشه. داعش چند تا تفاوت با طالبا داره. اول سربازان داعش در حال حاضر همون طالبایی هستند که بله این خطر است، این خطر بریدن و رفتن داعش جدی است. خطر هم است که ممکن است تا
طالبان لباس بدل بکنه اگر مدیریت نشه. ولی اگر مدیریت شه چند تا تفاوت وجود داره که امکان داره مقابله شه. یکی که داعش اساساً بحث حاکمیت ملی را و بحث‌های درون کشوری نمیپذیره، چیزی که مردم افغانستان همه در برابر از او حساس است. دوم اینکه داعش یک پروژه است که بیرون از از سطح افغانستان و پاکستان ساخته شده و پاکستان و افغانستان هر دو آجندای از اوست برای فتح داعش، که باز همین میتونه که از یک سوژه ساخته شده و برای مقابله با داعش. بنابراین جنبندی سخن این است که اگر ما درست مدیریت نکنیم ممکن است داعش نفوذ بکنه، ممکن است بخش از طالبان داعش شه، ولی اگر مدیریت درست شوه و صلح و جنگ ما حساب شده پیش بره، ممنون. امکان داره که باز بتانیم در مقابل داعش استاد شد. سپاسگزار از شما. سید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، و اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان، سپاسگزارم از حضور شما. در پایان یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. با گفته رسانه های ژاپنی، برادر رهبر کره شمالی در لندن و در کنسرت اریک کلاپتون دیده شده است. با گزارش واشنگتن پست، کیم جونگ چال، برادر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برعکس خاندانش به سفرهای خارجی تمایل و علاقه بسیاری دارد. رسانه های خارجی در هفته گذشته گزارش دادند که او در لندن دیده شده است. حضور عضوی از یکی از مستبدترین سیستم های سیاسی جهان در غرب به خودی خود یک خبر است، اما در اینجا اهمیت موضوع کار است که برادر کیم جونگ اون در پایتخت انگلیس انجام می داده است. برادر رهبر کره شمالی در رویال آلبرت هال و در کنسرت اریک کلاپتون دیده شده و گفته می شود که در هتل چلسی اقامت دارد، جایی که هزینه هر شب اقامت در آن بیش از $3,000 است. این اولین باری نیست که این عضو خانواده کیم جونگ اون در غرب و خارج از کشورش دیده می شود. حتی این اولین باری نیست که در کنسرت کلاپتون دیده می شود. وای در سال 2011 نیست در کنسرت کلاپتون در سنگاپور حضور داشت.